سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. در ساعت 1 بعد از ظهر آفتابی و بهاری واشنگتن، 9:30 دقیقه شب تهران، با شما عزیزان خواهیم بود در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در این شماره از برنامه میپردازیم به آنچه که در عرصه حقوق بشر، یا بهتر بگیم نقض حقوق بشر در ایران میگذرد. پیش از همه و در رأس همه حقوق بانوان، زن و دختران ایرانی. تلاش های ایرانیان، کمپین تشکیل شده ایرانیان در اعتراض به نقض حقوق زنان در عرصه ورزشی، در عرصه ورزش ایران سرانجام به نتایجی ملموس رسید. هرچند این نتایج کاملا مورد خواست بانوان و زنان و دیگر همراهان آنان در این کمپین نیست، اما نخستین قدم هایی است در راه بازپس گرفتن حقوق زنان در عرصه ورزشی در ایران. مسئولان حکومت فقیه در ایران خبر از آن می دهند که ورود زنان به برخی از استادیوم های ورزشی آزاد شده است. آیا این کافی است؟ چرا مسئولان جمهوری اسلامی حکومت ایران همچنان از ورود زنان بانوان ایرانی به استادیوم های ورزشی مانند فوتبال، شنا و بوکس جلوگیری می کنند؟ پرسش ها در این زمینه بسیار است. نگاهی خواهیم انداخت به حضور تیم ملی فوتبال ایران در سوئد و اعتراضات گسترده کمپین ایرانیان در این عرصه در سوئد و همراهی جامعه سوئد و مطبوعات این کشور و برخی دیگر از کشورهای اروپایی. با من و شما هستند در بلژیک خانم دریا صفایی، دندانپزشک و فعال حقوق مدنی، فعال حقوق بشر و از مسئولان و رهبران این کمپین ایران، و در لندن آقای احمد رفعت عزیز، روزنامه‌نگار که نیاز به معرفی بیشتری ندارند جز اینکه با سرماخوردگی نسبتاً شدید به احترام شما عزیزان با من و شما هستند تا لحظاتی دیگه. خانم صفایی گرامی، با سلام به شما، و هرچند چند روزی گذشته اما فرصت نبود بسید اینکه پیش از عید در جریان نوروز تبریک بگیم، سال نو خوبی داشته باشید. درود بر شما، درود بر بینندگان عزیزتون و مهمان عزیز برنامه‌تون. منم به نوبه خودم سال نو رو به شما تبریک میگم. خانم صفایی، پیش از اینکه پرسشامون رو آغاز کنیم، به اتفاق شما به لندن میریم و سلام میگیم به آقای احمد رفعت عزیز، و به قول معروف بد نباشه احمد جان. منم سلام خدمت شما دارم با این صدای گرفته و این حاصل سرمای سوئد. ما با خانم صفایی سوئد بودیم، اونجا شدیداً سرد بود و خب یه روز تماما بیرون استادیوم وایساده بودیم. مسجد من لط شد و برگشتم اینجا با تب و اینها افتادم، ولی با وجود این در خدمت شما و خانم صفایی و بینندگان عزیز است. ممنون که علاوه بر سرماخوردگی دعوتی رو که از پیش بوده از طرف برنامه لغو نکردیم. سپاس احمد جان، امیدوارم هر چه زودتر خوب بشین. و به هر حال این فعالیت ها لابد جنب و جوش زیاد بوده دیگه، عرق کردن و بعد
سرما خوردن. خانم صفایی، شما از جمله سخنگویی این کمپین رو هم در جریان این تظاهرات و در جریان این فعالیت ها عملا به عهده داشتید. اون چیزی که در ایران رخ داده، خانم شهین ملاوردی معاون رئیس جمهوری حکومت ایران و بقیه صحبت هایی کردن که بله آزاد هست فرود و بانوان به برخی از استان، ما داریم قدم به قدم پیش میریم، تا چند اندازه مرتبط با کمپین سوئد میبینید؟ خب مسلما این تمام این کارهایی که در این اواخر رخ داده حقیقتا فشار میاره روی این جمهوری اسلامی، در حقیقت مجبورن چاره‌ای بیاندیشن. خب وقتی که میبینن که توی دنیا همچنان صحبت از اینه که زنها نمیتونن به ورزشگاه برن، وقتی از طرف فدراسیون های مختلف این فشارها رو دریافت میکنن، نامه هایی که بهشون خطاب بهشون سپلاتر مثلا این اواخر گفته بود که باید ورود زنها آزاد بشه، اینها خب درک میکنن که واقعا فشار از هر طرف روشونه و باید برای این مسئله ای که خودشون درست کردن یک راه حلی بیاندیشند. و مهم اینه که حقیقتا وقتی میبینن مردم چقدر در این مسئله پشت هم ایستادن، استقبالی که میکنن از اینکه چرا زنان نمیتونن برن به ورزشگاه و اینجور پشت زنای ایران تو خارج کشور به نمایش میذارن به صورت بسیار باشکوهی که ما زنانمون باید بتونن برن ورزشگاه، خب مسلما اینها هم رسانه ها بازتاب میده و طبیعتا براشون فشاریه که به هر صورت فکر میکنن باید هرچه زودتر این مسئله رو خاتمه بدن که به این شکل براشون آبروریزی نباشه در سطح جهانی. احمد عزیز، تو چند از رسانه های خبری سوئد و کشورهای اسکاندیناوی و به طور کلی اروپا بازتاب داد کمپین ایرانیان رو در جریان حضور تیم ملی فوتبال ایران در سوئد؟ ببینید روزنامه های سوئد چند قبل از این بازی در این رابطه چیز می نوشتن. اون روز هم توجه همه روزنامه نگاران و رادیو و تلویزیون هایی که به استادیوم بودن فقط پوشش ورزشی این داستان نبود، بلکه عمدتا با کسانی که اعتراض داشتن و این اعتراضشون رو با پوشیدن یه تیشرت با به دست گرفتن یک پرچم اینوی نشون می دادن، اینها گفتگو کردن، تمام تلویزیون سوئد گفتگو کردن، تمام رادیوها گفتگو کردن با مردم، روزهای بعد پخش کردن. همبستگی فقط رسانه ها نبود، مردم سوئد. یه چیز جالب بود، ما که ما داشتیم اونجا این جلیقه ها رو پخش میکردیم، استادیوم آرنا، فرنز آرنا هنوز تموم نشده چون به تازگی افتتاح شده، هنوز کارگرها توش هستن که کار میکنه. چهار تا کارگر با این لباس های نارنجی و این کلاه آهنی اومدن پیران رو گرفتن و همونجا تنشون کردن، یه عکسی هم با خانم صفایی گرفتن، بعد با همون پیران رفتن به سر کارشون. یعنی بعد بالا یه جرثقیل بودن، ما پیران رو سفید از پایین میدید، یعنی همبستگی در این حد بود. حتی مامورین پلیس معذرت خواهی میکردن که نمیتونن این پیران رو بپوشن که قانون بهشون اجازه نمیده. یا دخترانی که بروشورای استادیوم و تو استادیوم پخش میکردن، یعنی بچهای جوانی که استادیوم استخدامشون کرده برای اون روز که بروشور پخش کنن، اونها هم خیلیشون این جلیقه رو داشتن. بنابراین همبستگی مردم سوئد بسیار گسترده بود، مال ایرانی ها که بسیار گسترده تر. حساب کنید از 35,000 نفری که تو فرنزار اینا بودن، 31,000 نفرش ایرانی بودن، در حدی که آقای ابراهیموویچ کاپیتان سوئد گفت ما بالا تو خونه خودمون بازی نمی‌کردیم، ما به عنوان تیم مهمان بودیم، برای اینکه تمام استادیوم علیه ما شلوغ میکرد. و بازیکنای اونجا روز قبل از بازی 5 نفرشون ابراز نظر کردن در رابطه با این مسئله، و تا اینجا که ما میدونیم بازیکنان ایرانی هم خوشحال نبودن، البته با حراستی که اونجا بود و اینها. ولی خب شما اگه نگاه کنین چند روز، یکی دو روز پیش هافبک تیم ملی آقای اشکان دژاگه تو فیسبوکش میاد یه چیز میذاره واسه یه مبارزات دموکراتیک مردم فلان این حرفا، بنابراین روی اونها هم تاثیر گذاشت و اونها خب محدودیت هایی دارن، ولی مثل اینکه این محدودیت ها هم داره میشکنه و دارن همبستگی خود اعلام میکنن.
من یک توضیح بدم که آقای اشکان دژاگه همونطور که احمد عزیز اشاره کرد در فیسبوک خودش استفاده کرده از پرچم ایران، پرچم شیر و خورشید، نشان ایران، و به همین دلیل مورد اعتراض قرار گرفته. اون چیزی که من بارها در این برنامه تفسیر خبر بهش اشاره کردم در ارتباط با تیم‌های ملی ایران که بانوان اجازه ندارن، همچنان بازگو میکنم با همه احترامی که برای کار بازیکنان تیم‌های ملی قائل هستم، میدونم زیر چه فشار یا چه امکاناتی هستن یا چه امکاناتی ندارن، اما به خودی خود تیم‌های ملی تا زمانی که بانوان دختران ایرانی نتونن برن تیم ملی خودشونو ببینن، تشویق کنن، عملا نمایندگی نمیکنن ملت ایران رو، برای اینکه نصفی از بانوان کشور رو چجوری میشه نصفی از جمعیت کشور وقتی نمیتونن تیم ملی خودشون رو حتی ببینن موقع بازی کردن، چطوری میشه صفت ملی به اون تیم داد؟ میشه گفت تیم ملی مردان ایران، شاید، نمیدونم، ولی به هر حال بازیکنان ورزشکاران ایرانی اعضای تیم ملی ایران تا زمانی که این معضل هست شاید وظیفه دارن که اقدامی، اعتراضی، حرفی، سخنی، حدیثی، به ویژه ورزشکاران ایرانی که خارج از ایران در عرصه‌های در جهان آزاد فعالیت میکنن، مثل آقای دژاگه و بقیه. به هر حال تا چند اندازه خانم صفایی عزیز بازتاب داشت اقدام شما و همراهان در این کمپین، بازتابش در فدراسیون بین المللی فوتبال و بقیه عرصه‌های بین المللی مربوط به ورزش؟ بله درست، قبل از اینکه مسابقه انجام بشه روزنامه آفتون بلاد با اعضای تیم ملی سوئد صحبت کرده بود که اونا هم 5 تا از اعضای بسیار سرشناسش اعتراض میکردن به اینکه چرا زنهای ایران نمیتونن به ورزشگاهشون برن، یعنی حقیقتا مانند همیشه حمایت میکردن از زنهای ایرانی و به نظرشون تقبیح میکردن اینکه این حق طبیعی در ایران ازشون گرفته شده. بعدش هم که اونجا میگم ایرانیایی که اونجا بودن واقعا یک ایرانیهای زنده، پر از نشاط، پر از شور و هیجان بودن برای اینکه نظر خودشون رو به هر شکلی بیان کنن، حتی میگم از دست گرفتن اون پرچم شیر و خورشید عظیم و بسیار زیبا که بسیار از با عظمت بود جلوی اون پرچم وسیعی که خود سوئدیا برای کشورشون پهن کرده بودن، واقعا از جهات مختلف ایرانی‌های اونجا نشون میدادن که با این سرکوبی که ملت ما، مردم ما در داخل میشن مخالفن، و این حمایتی که از کمپین کردن، 2000 تا تیشرت کمپین رو برده بودیم اونجا که ظرف یک ساعت این تیشرت ها تن آدما بود، اصلا به اینکه میگرفتن و دست به دست میچرخوندن اصلا فرصت نمیشد دور و برمون رو نگاه کنیم، این تیشرت ها رفت بین مردم، عکس میگرفتن باهاش، تمام طول مسابقه تنشون نگه داشتن، بنرای بزرگی که از کمپین برده بودیم همچنین کنارش می ایستادن، عکس‌های یادگاری می گرفتن. این بنرها رو ما تو ورزشگاه هم باز کردیم که توی عکسایی که عکاسی‌های حرفه‌ای مثل رویترز و اینا گرفته بودن دیگه توی سایت ها بود که تمام خبرنگاری ها این عکس‌ها رو استفاده می کردن، و در خبر خوشی که این اواخر به ما رسید که برای اینکه شورای امنیت کشور تصویب کرده که بانوان میتونن به برخی از سالن‌های سربسته برن، همه روزنامه‌های خارجی از این عکس‌ها استفاده می‌کردن، عکس بنر رو که Let Iranian Women Enter Their Stadiums روش نوشته بود تمام استفاده می‌کردن. میگم حمایتی که ایرانی‌ها اونجا کردن از این کمپین، و در حقیقت کمپین نه، از حق ورود زنان به ورزشگاه از زنای ایرانی، این نشان دهنده همبستگی ما بود برای اینکه هممون یک صدا پیام خودمون رو برسونیم، و خوشبختانه همه چیز داره آرام آرام به نتیجه میرسه، و من از این بابت خوشحالم که ما نشستیم و به اصلاحات داخلی دل ببندیم که این اصلاحات هرگز نه رخ داده به معنای واقعی نه رخ خواهد داد، ما خودمون خواستار حقوق خودمون شدیم، براش تلاش کردیم و داریم به ثمر می‌نشونیم و نظرمون رو تحمیل می‌کنیم در حقیقت بهشون. خانم صفایی اشاره کرد به ایرانیان، آیا ایرانیان از به غیر از سوئد از بقیه کشورهای اروپایی هم به
اومده بودن. من خبر دارم که از آمریکا چند نفری رفته بودن، حالا شاید هم بیشتر، ولی چند نفری که من دیده بودم که داشتن می اومدن سوئد و وقتی هم برگشتم من دیدم یکی دو نفر بودن. اما از کشورهای دیگه اروپایی آیا؟ بله، از کشورهای خیلی کشورهای اروپایی که خیلی از دور و بر رفته بودیم، مثلا از اسلو، از نروژ، از تمام کشور بلژیک، از فرانسه، از هلند، تمام خیلی زیاد ایرانی ها رفته بودن. از آمریکا که من خودم چند تا از آشناهام و دوستانم رو میدیدم، فقط به صرف اینکه مسابقه رو بیان و تلاش بکنن برای ورود زنان به ورزشگاه آمده بودن و روز بعدش هم برگشتن. و واقعا میگم هیچ چیزی قشنگتر از این همبستگی نیست برای همه هممیهنانی که میبینن کاراشون به ثمر میشینه. هیچ چیزی دلگرم کننده تر از این نیست که از راههای دور میان به هم میپیوندن، پیروزی بزرگشون رو با هم جشن میگن. درسته ما در اون مسابقه از نظر فوتبال بازنده شدیم، ولی حتی بزرگتر روزنامه آفتن بلاد که پرتیراژترین روزنامه شونه نوشت از نظر بازی فوتبال یک بازی فوق‌العاده معمولی، اما از نظر جشن آزادی یک جشن بی همتا بوده. یعنی واقعا این گونه ما ایرانی ها اونجا دیده شدیم و از این بابت یک پیروزی بزرگ برامون. یه نکته کوچیک هست اونجا، اشاره کردیم به تیشرت ها، 2000 تیشرت. این تیشرت ها به طور مجانی توزیع می شد یا می خریدن؟ این تیشرت ها به هزینه شخصی خودمون تهیه میشه و به صورت مجانی و رایگان در اختیار هممیهنانمون قرار میگیره. و من تصور میکنم اینکه اونا اینجوری این تیشرت ها رو تن میکنن و دست به دست میچرخونن و باهاش عکس میگیرن میذارن تو صفحه هاشون، این خودش بسیار زیباست دیدنش. این تیشرت ها به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفت. اشارگان خودمون کی هست؟ خودمون به هزینه من و همسرم در حقیقت. از تابستان گذشته این تیشرت ها رو من و همسرم که هر دومون دندانپزشک هستیم خودمون هزینهش رو میدیم، چاپ میکنیم. تو مسابقه اولم که تو والیبال رفتم فقط 100 تا تیشرت برده بودم، بعد دیدم استقبال به صورت خیلی زیاد بود. بعد تو برنامه ریزی هامون گفتم که در مسابقات آینده بیشتر میبرم و الان هم که دیدم مسابقه فوتبال و اینقدر هم میهنانمون میان، خب 2000 تا تیشرت زدیم و بردیم. بله، من این پرسش رو به این دلیل که میخواستم روشن بشه، به صحبت پیش نیاد که استکبار جهانی صهیونیسم بین الملل، نمیدونم اینا پشت تیشرت هایی هستن. نه، مهربانی و دل شما و همسر شما هست که پشتوانه ساختن یا تولید این تیشرت هست. بر احمد عزیز، به نظر میرسه که این اقدام، یک اقدام ورزشی، بیشتر در جهت همبستگی و اونچه که اتحاد خونده میشه پیش میره و رفته و به همین دلیل مؤثر بوده، برخلاف عرصه های کاملا سیاسی که بعد از هر همبستگی و اتحاد بلافاصله تفرقه بوده. اینطور نبود در سوئد؟ چطور دیدی به عنوان روزنامه نگاری که از دیگه به نیم قرن در این عرصه فعالیت کرده و اخیرا سرفه؟ بفرمایید. بله، ببینید، این خواست این کمپین خیلی مشخصه. شما اگر به اون حمایتی که 200 نفر اول کردن از نامه به سپلاتر نگاه کنید، از هر قشر سیاسی، از هر قشر، از هر جامعه، از نویسنده تا نمیدونم روزنامه نگار، همه هستن. برای که خواستی که مال همه جامعه است و بنابراین اختلافی سرش نیست. حالا ممکنه بعضی از دوستان معتقد باشن نمیدونم باید این شعار داد بعد استادیوم اون شعار داد، ولی اصل مسئله اصلا مورد اختلاف نیست. بنابراین هیچ گونه دلیلی هم نیست واسه اینکه جدا بشن. تو همین استادیوم 3-4 گروه بودن، ما جلیقه پخش میکردیم، جلیقه هایی که توسط خانم صفای همسرشون
تهیه شده بودن که اگه 5000 تومان بود راحت پخش میکردیم، چون 2000 تا یک دو سال قبل از شروع مسابقه، آغاز مسابقه تموم شد. یه ده دیگه هم بودن یه کاغذه رو پخش میکردن، یعنی هر کی فعالیت خوش میکرد، هیچ کی، همه مکمل هم دیگه تو این خواست، هیچ کی در مقابل او یکی وایده بیسته. بله، و در این من فکر میکنم که به این علته که بعدش تفرقه و فلان اینا به وجود نیومد، مثل همونطور که شما گفتین خیلی از اکسیونای سیاسی که بعد بلافاصله تا ایرانی ستا میشن تبدیل به دو گروه میشن. هرچند خب به هر حال امر ورزش به طور کلی، به طور عمومی، مثل بقیه امور همه مرتبط هست و نمیتونه فارغ از زندگی روزمره مردم و معالا نمیتونه سیاسی نباشه، یعنی هست، اما عرصه به اصطلاح شوق برانگیزی است که نتایج مثبتی میتونه داشته باشه هر نوع همبستگی در اینجا. خانم صفایی، آیا این پرسش پیشین خودم رو باز تکرار میکنم که جامعه جهانی و از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و بقیه نهادهای مربوطه توجهی داشتن به آنچه که در سوئد اتفاق افتاد؟ مسلما اینا تمام این رویدادها رو دنبال میکنن و تمامش رو دیدن و من تصور میکنم این نامه‌ای که فرستادیم به فیفا در حقیقت این باز هم تایید کننده تاییدی بر این زد که ما ایرانیان خواستار این هستیم که بانوانمون به ورزشگاه برن. این که من الان مسلما مطمئن هستم که در فیفا این مشاهده شده و در فدراسیون‌ها این مسئله رو دیدن که چگونه ایرانی‌ها یک صدا فریاد می‌زنن که ما می‌خوایم زنامون برن به ورزشگاه و بازتابش در رسانه ها بیانگر این مطلب بوده که اونجا دیده شدیم ما، یعنی وقتی عکس های ما به عنوان خبر اون روز استوکهلم به جای اینکه خبر ورزشی سر جای خودش که این فوتبالیست این گل رو زد در دقیقه فلان این گل انجام شد، ولی تمام رسانه ها صحبت از این که اونجا یه جشن آزادی خواهی بود، در حقیقت نشان دهنده اینه که همه اینها دیده شده و خیلی خوبه که اینا میبینن که ما در میدان هم حاضر هستیم و میخواییم. شما فوتبال هم بازی کردین تا به حال یا نه؟ خب من خودم به توپ ضربه زدم در حقیقت، ولی در بازی با پسر کوچیکم این کار رو کردم در واقع. ولی ورزش مورد علاقتون؟ ورزش مورد علاقه من به عنوان تیم ملی و اینکه حق داشته باشم برم تیم ملیم رو با جون و دل تشویق کنم، چون احساس میکنم اونجا افتخار و غرور ایرانی بودن برای من مهمترین چیزه. در حقیقت ورزش مورد علاقه من دویدن هستش، ولی فوتبال رو از این بابت دوست دارم که احساس میکنم اونایی که اونجا دارن بازی میکنن به خاطر کشورشون، به خاطر ملتشون دارن میدوئن و منم دوست دارم با تمام وجودم اونا رو حمایت کنم و فکر میکنم حتما باید بتونم. من اصلا از خیلی زمانی که خودم رو شناختم دوست داشتم به ورزشگاه ها برم و این چیزی بود که همیشه دنبالش کردم تا روزی که به این نتیجه رسیدم که من میتونم برای اینکه بخوام به ورزشگاه ها برم مبارزه کنم، که در عین حال مبارزه علیه تمام تبعیض‌هاست به صورت نمادین. حتی به ورزشگاه های اینجا توی بلژیک هم میرفتم که تیم ملی بلژیک رو هم نگاه بکنم، ولی خب اون حسی رو که به ایران و تیم ملی ایران دارم هیچ وقت پیدا نمی کردم. برای همین با والیبال فکر کردم من باید حتما بذارم که همه زنهایی که دوست دارن کمک کنیم با هم که همه ما بتونیم بریم به ورزشگاه ها. بله، اما در ایتالیا احمد جان فکر میکنم تیم انتر میلان این بخت خودش رو از دست داد وقتی عضویت که احمد عزیز رو نپذیرفت. نه احمد، تو احمد عزیز فوتبال که بازی میکردی؟ احمد جان من فوتبال بازی میکردم، ولی خب در وسط انتر میلان من تا ماه اکتبر گذشته فوتبال بازی میکردم در اینجا در لندن با یک سری از بچه های جوانتر. هر هفته یک ساعت فوتبال بازی میکردیم، بعد دیگه بارون و اینها شد، فصل بارون شد بکرد. من خب فوتبال بازی کردم، والیبال توی تیم مدرسه بودم،
پینگ پونگ بازی کردم، تنیس بازی کردم. در پرش در زمان دانشگاه توی ایتالیا مدال گرفتم در مسابقات دانشگاهی، نفر سوم شدم در پرش تور. یه زمانی ورزشکار بودم، بعد دوستان ناباب و سیگار و اینا باعث شد که دیگه ورزش رو در یه حدی ول کنم و گاه به گاه فقط واسه اینکه آدم مایچه هاش گرم بشه ورزش کنم. برای اینکه کنجکاو هستی، من فقط بسکتبال، شنا و پینگ پونگ در مسجد سلیم. به هر حال احمد عزیز، تو چند از جامعه ورزشی اروپا میبخشید جامعه ورزشی اروپا حساسیت نشون داده یا متوجه وضعیت زنان شده در ارتباط با ورزش ایران یا با خواستای کمپین؟ تو چند از آشنا شده در این مدت؟ من فکر میکنم خیلی، یعنی اون موقعی که دریاد و دیگر دوستان در خارج و نمیدونم کسایی مثل قنچه قوامی در داخل این کمپین رو شروع کردن، جهان یه تکونی خورد. یعنی دید یه چیزی که خیلی عادیه اینجا، یه جای دنیا است که این حق وجود نداره. و نمونهش میگم، موقعی که قنچه قوامی دستگیر شد، فدراسیون والیبال ایتالیا از تمام تیم‌های والیبال زنانه و مردانه خواست تا آزادی قنچه قوامی در ابتدای هر بازی که روزهای شنبه بازی میکنن، اصولا موقعی که دوتا تیم که تو زمین خودش ایستاده دوتا بنر باز کنن که روش نوشته بود فری قنچه. و اینو تمام مردم ایتالیا از تمام تلویزیون‌ها، چون برنامه والیبال نشون میدادن، نگاه کردن و تا اینکه قنچه آزاد شد. بنابراین حساسیت پیدا کردن، مشکلات ایران رو میشناسن. نمونهش همین خب مربی های تیم های مختلفه که در این رابطه صحبت میکنن. مربی تیم والیبال ایتالیا یک مصاحبه بسیار تندی داد در تهران به خاطر عدم ورود زنان همون موقعی که قنچه و اینها دستگیر شدن. و بنابراین من فکر میکنم که این مسئله رو ما دوستان تونستن جا بندازن در بین محیط ورزشی اروپایی، و حالا فکر میکنم نوبتش این میرسه که بین محیط ورزشی آمریکا هم باشه، چون مسابقات بعدی والیبال که در ماه ژوئن خواهد بود، ایران در یک گروه همراه با روسیه، آمریکا و لهستان قرار داره. و بنابراین بازی های ایران در روسیه، لهستان، آمریکا خواهند بود. تو آمریکا میدونم لس آنجلس بازی خواهند کرد. بنابراین امیدواریم که حتی در اونجا هم این مسئله بین مردم آمریکا جا بیفته که در یک بخشی از دنیا حقی که اونها همیشه داشتن که برن استادیوم ندارن، و این کمپین بتونه اونجا هم نفوذ پیدا کنه. تو لهستان که سال قبل به حسابی جا افتاده بود، بنابراین یک تجدید دوستی بین هواداران بود زنان و مردم لهستان. متاسفانه فکر نمی کنم که تو روسیه با توجه به نظام حاکم بشه این کار رو کرد. اولی امیدوارم مردم روسیه بتونن خودشون به نیابت از ایرانی ها در رابطه با این مسئله سر و صدای تو کشورشون راه بیندازن. ولی مسابقات والیبال در لس آنجلس نیست؟ بله در لس آنجلس. آقا اون وقت خانم صفایی، کمپین بعدی یا اقدام بعدی لس آنجلس؟ بله اتفاقا تا رسیدیم، خب برنامه ریزی همونو داریم میکنیم دیگه. چون دورم نیست، من نگاه کردم 31 ماه می هستش دیگه، از حالا باید دوباره برنامه ریزی ها رو بکنیم. بله به آمریکا میریم و اونجا هم باز بیانگر این خواهیم بود که ما میخواییم به ورزشگاه همون بریم، چون فکر میکنم این گونه که ما هر کشوری که رفتیم، میگم ایتالیا که همچنان که احمد جان گفتن در جریان بودن و بروتو اصلا سخنرانی های خیلی خوبی، سرمربی تیم ملیشون سخنرانی های خیلی خوبی در خود تهران در پشتیبانی از زنها کرده بود. باز اونجا که آری گراچا بنر ما زنان رو دید که خطاب به خودش بود که میگفتیم کمک کنید که زنهای ایرانی بتونن برن به ورزشگاه هاشون. آری گراچا هم رئیس اف آی بی بی در ضمن. باز میگم اینا همش در ایتالیا با این مسئله مواجه شدن. بعد رفتیم لهستان، باز اونجا با رئیس فدراسیون های اروپا فرصتی شد که کنار زمین صحبتی داشته باشم، از جمله رئیس فدراسیون والیبال بلژیک
باز اونجا آشنا شدن با فیلمایی که تهیه کردیم از تیم ملی بلژیک، باز تیم ملی در پشتیبانی از زنان ایرانی نظر خودشون رو بیان کردن. من فکر می‌کنم تو هر کشوری که داریم می‌بینیم، اینم از سوئد که این اواخر به صورت خیلی گسترده بازتاب داد این فعالیت‌ها و اینکه اصلا مردم نمیدونن که زنهای ما نمیتونن به ورزشگاه برن. من فکر می‌کنم الان نوبت آمریکاست که اون طرف رو هم بریم و اینکه به زودی امیدوارم شاهد این باشیم که بانوان ما بتونن در داخل از ایران برن به ورزشگاه ها. خب کسانی مثل خانم ستوده، خانم نسرین ستوده گرامی از ایران همراه و هم صدا بودن با آنچه که خواست زنان ایرانی هست برای حضور در عرصه ورزشی در کشور. من میخواستم از شما بپرسم که شما آیا تلاشی دارید برای حضور، جلب بانوان سرشناس ایرانی در عرصه‌های مختلف در این کمپین؟ اتفاقا خودم به این مسئله فکر کرده بودم که در حقیقت یک نوع ارتباطی بتونیم برقرار بکنیم، چون به زودی مسابقات در داخل ایرانه، ولی به این که بگم من افتخار این رو داشتم که با بانو ستوده از دور تماس‌هایی داشتم، ولی این که به صورت مستقیم در این زمینه برنامه‌ریزی با کسی کرده باشم هنوز اتفاق نیفتاده. و در هر صورت همیشه من کارهای حقوق بشری و کارهایی که به عنوان یک شهروند نسرین ستوده انجام میده الگوی کار خودم قرار میدم، ستایش میکنم کارهاشون رو، و واقعا آرزوم اینه که بتونیم با بانوان ایران هم ارتباطهایی برقرار کنیم و بتونیم این خواسته بانوان ایران رو در خود کشور هم پیش ببریم. البته من خیلی خوشبین هستم به این که به زودی بانوان زیادی به ورزشگاه مراجعه خواهند کرد با اخباری که اخیراً داریم میشنویم. خب احمد عزیز، تو چه اندازه به اسم نهادهای بین المللی حقوق بشر رو، حقوق زنان، شخصیت های سرشناس اروپایی، سوئدی و بقیه کشورهای اروپایی رو میشه دخیل کرد؟ میشه همراهیشون رو خواست؟ میشه توجهشون رو به اصطلاح طلب کرد در مورد نه تنها وضعیت زنان در عرصه ورزش در ایران، بلکه اون چه درباره در همه عرصه ها در ارتباط با وضعیت زنان در ایران میگذاره؟ ببین جمشید جان، ما تالا روی بخش ایرانی کار میکردیم اینجا، خانم صفایی و دیگر همیارانشون منم، که اسمای ایرانی شناخته شده رو در حمایت از کمپین بریم از داخل کشور. خانم ستوده فقط نیست، آقای نوریزاد است، آقای ملکی است، آقای امین انتظام است و کسان دیگه. من فکر میکنم که الان دیگه زمانش شاید آرام آرام شروع کنیم حمایت بین المللی از شخصیت بین المللی هم بخوام که از این کمپین استفاده کنم، ولی هنوز من فکر می‌کنم یک قدم در بخش ایرانیش مونده که باید کار کرد. درست یکی دو روز قبل از اینکه ما به سوئد بریم برای این بازی، یکی از هنرمندان جوان ایران یه آهنگی ساخته بود در حمایت از ورود زنان به ورزشگاه ها، و من فکر می‌کنم اگر دیگر هنرمندان بزرگ ایرانی، مشهور ایرانی بتونن هر کدوم یک آهنگی همچنان که برای بازی های جام جهانی فوتبال ساختن آهنگی بسازن برای حق ورود زنان به استادیوم، این کمپین هم مردمی تر میشه هم جهانی تر میشه، برای اینکه ما میدونیم که موسیقی و اینها خیلی کمک میکنن به پخش پیامی که این پیام داره. من امیدوارم خوانندگان و هنرمندانی که این برنامه رو گوش میدن این فراخوان منو، دعوت منو بپذیرند و وقت بذارن آهنگی بسازن در رابطه با حق ورود زنان به استادیوم، چون واقعا یکی از حقوقی که از زنان ما گرفته شده، قدیم داشتن ازشون گرفته شده، حقوق جدیدی نیست، فقط پاس گرفتن یه حقوقی که مردم داشتن. خانم صفایی عزیز، ببینید
در ایران خانم شهین ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان ایشون اشاراتی کرده بود که یک گفته بود که حضور زنان در ورزشگاه از نظر شرعی بررسی کردیم اشکالی ندارد و مسائلی از این قبیل گفت قدم به قدم باید به جلو بریم. باز این هم نظر ایشون هست یا برنامه های جمهوری فقیه چون این هست، ولی گفته که در برخی از استادیوم ها آزاد شد. این رو هم من بگم، اینقدر حقوق مردم ایران مصادره شده توسط روحانیت شیعه، میگم روحانیت شیعه برای اینکه حقوق مردم اهل سنت هم مصادره شده در کنار حقوق ملیشون که یکی یکی و به قدم قدم به قول خانمش ملاوردی داده میشه. اون هم چطور میشه اعتماد کرد میمونه برای آینده که ببینیم. به هر حال ایشون اعلام کرده که سه استادیوم نمیتونن برن و فوتبال، بوکس و شنا، وگرنه ممنوعیت شرعی نداره. جالب توجه این که بعد معاون وزیر ورزش اومده گفته این خبران درست نیست. عبدالحمید احمدی باید از کانال رسمی اعلام بشه دولتی، مثل اینکه اون خانم ملاوردی آدم دولت نیست، همین یک دولته. هم خانم ملاوردی و هم ایشون آقای عبدالحمید احمدی زیر عبای دولت حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی هستند. این تضاد هست، این تضاد که دو مسئول دولتی دو سخن متناقض. گفته ایشون گفته که نه تا باید بررسی بشه در شورای عالی امنیت ملی. حضور زنان در ورزشگاه تا چه اندازه به امنیت ملی مربوط میشه؟ این امنیت ملی چرا اینقدر حساس است در جمهوری فقیه در ایران که حضور بانوان در ورزشگاه به خطرش میاندازه؟ یا روزنامه نگار وبلاگ نویسی در گوشه از شهر یا کارگری مثل ستار عزیز که به قتل میرسه؟ به هر حال خانم صفایی عزیز، ببینید کسانی که با شما بودن در کمپین سوئد، آیا همه مسئله شون فقط جریان فوتبال هست یا نه اساسا حضور زنان در تمام استادیوم ها در عرصه ورزشی هست؟ چون بسیاری از نام ها بود که به هر حال سرشناسان در زمینه فوتبال مثل آقای مصطفی عرب نیز صحبت کردن و بقیه کسان. منظور من این هست که این کمپین فقط به فوتبال نظر داره یا همراهان شما یا کسانی که آمدن و امضا کردن بیانیه رو، یا اینکه خیر به طور کلی عرصه ورزش هست مجدد؟ البته من به شخص امضاهایی که جمع شد بیشتر در رابطه با، اجازه نمیدم به خودم که هر جایی به این امضاها استفاده بکنم، در حقیقت سخنگوی این عزیزان هم نیستم، افتخار این رو داشتم که کنارشون یک امضا کننده باشم. اما من مطمئنم که هم مقام این کنشگران فقط مسئله فوتبال و ورزشگاه نیست. نمیخوام از دهان یا ایده کسی صحبت کرده باشم، ولی من مطمئنم مبارزه با تبعیض جنسیتی خواست تمام کسایی که این نامه رو امضا کردن. میگم من به شخصه حق دارم که از طرف خودم فقط صحبت کنم، ولی به شخص خودم و نزدیکانم، مطمئنم احمد جان هم همینطور هستن، مشکل ما، هم و غم ما فقط یه ورزشگاه فوتبال، والیبال، هندبال نیست. مشکل ما اینه که ما دوست داریم در مسیری گام برداریم که در اون برابری شهروندان وجود داره. مرد و زن برابرند و تبعیض جنسیتی کریهه. حالا اینکه الان این دولت ملاوردی یه چیز میگه، معاون وزیر کشور یه چیز دیگه میگه، تکذیب میکنه، اینها تمام نشانگر دعواهایی که خودشون تو خودشون دارن و نمیخوان اعتبار و کردیت این اجازه ها، به اصطلاح اجازه که من اینجا مشخصا هم بگم، من هیچ وقت از هیچ کس اجازه ای نخواستم، فقط حرف خودمون رو پیش بردیم. ما زنان ایرانی با مبارزات خودمون خواسته خودمون رو تحمیل می کنیم، چه بخوان چه نخوان، دنبال مجوز کسی هم نیستیم،
اگرم اجازه ندن اونقدر این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد که فکر میکنم به آبروریزی به خودشون منجر میشه. در نهایت خودشون باید پس از مدتها با آبروریزی بیشتر این درها رو بگشایند. ما از اینا هیچ وقت هیچی نخواستیم، چون اینا هم هیچ وقت به ما هیچی ندادن. یک قانون شرع رو بهانه کردن زنها نمیتونن به ورزشگاه برن چون با قانون شرع مغایرت داره. الان خانم ملاوردی میاد میگه که نه، بررسی شده با قانون شرع مغایرت نداره. خیلی ببخشید ولی ما زنها ننشستیم که شما هی با قانون شرع زندگی ما رو بالا و پایین بکنید، و ما دوست داریم در جامعه حاضر باشیم، دوست داریم در صحن جامعه فعال باشیم، تو دانشگاه، در سطح شغلهامون کار بکنیم، زحمت بکشیم، دوشادوش مردانمون کار بکنیم و درآمد داشته باشیم و به خونه و خانواده کمک کنیم. این چیزایی که همش از قانون شرع برای ما ساختن ما رو اذیت کرد، ما رو گوشه نشین و حاشیه نشین کرد. حالا هم که به زور خودمون رو داریم تحمیل میکنیم، رفتن واسه ما میگن بله اجازه هست، بله اجازه نیست. تنها خوشی ما از اینه که ما با مبارزه خودمون، ما زنها، این مسئله رو پیش بردیم و این رو یک پیروزی میدونیم. و دلیل اینکه هی میان تکذیب میکنن، یکی میگه نه اینجوری هنوز نشده، اینه که نمیخوان ما فکر کنیم ما تونستیم ایده خودمون رو تحمیل کنیم. هم تونستیم، هم میتونیم، هم به زودی باید درهای فوتبال رو هم باز کنن، وگرنه این مسیریه که ادامه پیدا خواهد کرد، هرچه دیرتر به ضرر خودشونه. یعنی شما اشاره شما این هستش که کمپین شما، فعالیت شما، تمام کسانی که در سوئد حضور داشتن و جاهای دیگه، این بخشی هست اعتراض به بخشی از تبعیض‌ها هست. یعنی این مسئله عدم حضور بانوان در استادیوم ها رو بر زمینه تبعیض کلی میدونید که در ایران جاری هست، اینطور نیست؟ کاملا درسته. من تصور میکنم به حالت نمادین ورزشگاه رو نگاه کنین مانند یک جامعه، نگاه کنین که آخرین آثار زن رو تا 2 سال پیش تو والیبال میتونستن بیان، الان دارن از ورزشگاه زدودن و ما داریم به زور دوباره بر میگردنیم. برگرداندن زن به استادیوم های ورزشی به دیدگاه من برگرداندن زن به صورت نمادین به جامعه است. خواسته ما اینه که بتونیم در جامعه تحصیل کنیم، کار کنیم، حضور فعال داشته باشیم. ورزشگاه نمادی از جامعه است و مبارزه با ممنوعیت ورود زنان برای ورود به ورزشگاه ها در حقیقت مبارزه با چهره کریه تبعیض جنسیتیه. بله، اشاره شد به نام فوتبالیست های دانشمند ایرانی از جمله آقای حسن مصطفی عرب، میبخشید من اگر اشاره کرده بودم به حسن عرب، آقای مصطفی عرب گرامی و آقای محمد بیاتی، دو صاحب نام فوتبال ایران، تاریخ فوتبال ایران، که من هیچ وقت یادم نمیره در تیم ملی فوتبال ایران آقای مصطفی عرب اوتهایی که مینداختن معروف بود و من شاهد بودم چند بار در امجدیه، که به اصطلاح در این عرصه اعتراض به تبعیض علیه زنان از نامدارانی بودند که چهره نمودند و حضور داشتند و حضوری مؤثر در کنار بقیه کسانی که تمام کسانی که در این کمپین و در استکهلم و در جای دیگه حضور داشتند. بعد خواهیم گشت به خانم صفایی، اما قبل از اون احمد عزیز، شما فکر میکنید که اون چی که در داخل حکومت اتفاق ناشی از همین موج گسترده اعتراض چه در داخل ایران هست چه در خارج، در مورد تبعیض به در مورد زنان، حقوق زنان، یعنی اون اختلاف، اون عدم یک صدای، یک سخن از یک دولت، یک سخن بیشتر که نمیاد، متضاد هست اون چی که میشتم. ارزیابی شما رو میشتم. ببین آقای چلنگی، مسئله اینه که ما تو ایران یک صدایی از طرف دولت تو هیچ زمینه ای نداریم که در زمینه ورزش داشته باشیم. اولا یه چیزی رو تصویب میکنن، بعد گروه فشار هستن، مجبور میشن نصفش رو پس بگیرن، این مسئله میاد برای چند صدایی میشه. یا همین سر مثلا هسته‌ای که بگیریم، ایران یه ترجمه داده که معلوم نیست از کدوم زبون به فارسی ترجمه کرده، چون ترجمه، چون تو متن انگلیسی توافقنامه هسته یه سری چیزایی که توافقنامه فارسی هست نیست. بنابراین ما چند صدایی رو زیاد داریم.
من فکر میکنم که دولت قصد داره با توجه به فشارهای بین‌المللی فدراسیون والیبال که مشروط کرده شرکت ایران رو بازی‌های بین‌المللی ایران رو به حضور زنان و فدراسیون فوتبال که موضع سختی گرفته، قصد داره که به نوعی با اینها کنار بیاد. البته و بنابراین میتونه مصوبه ای رو ببره به وزارت کشور یا به شورای امنیت ملی. ولی خب نهادهای دیگری هستن که مخالفت میکنن، فشار میارن، گروه فشار، و بنابراین ممکنه گاهی وقتا مجبور شن چیزی رو که گفتن پس بگیرن. این یه روند نسبتاً عادیه در جمهوری اسلامی که ما تا حالا تو خیلی زمینه ها شاهدش بودیم. ولی من فکر میکنم که سر مسئله ورزشگاه ها اینها مجبور بشن تا حدی عقب نشینی بکنن. حداقلش در والیبال عقب نشینی رو شروع کردن، چون تا حالا 14 شهر سالن ورزشیشون رو به خانم ها باز شده و این روند تا ماه خرداد که بازی ها برقرار میشه به نظر من تکمیل خواهد شد. برای فوتبال باید دید که فشار بیشتری میاد برای که به نوعی عقب نشینی بکنن، برای اینکه ایران فقط در مقابل فشارهای بسیار سخته که حقوق مردمش رو به رسمیت میشناسه، نه بر پای فشار سخت بین المللی، نه بر پای درخواستی که مردم میتونن بکنن. مردم از اون دست به دامن نهادهای بین المللی بشن واسه اینکه حقوقشون تو خونه خودشون به اجرا در بیاد. خانم صفایی، کمتر از یک دقیقه وقت داریم، به خوشبینی آقای رفعت هستید شما؟ 100%. منم خیلی به این ماجرا خوشبین هستم و معتقدم به این که در حقیقت راهی دیگه‌ای براشون نمونده. و یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که ما منتظر اصلاحات داخلی و دولتی ننشستیم. اینجاست که میتونیم آرزو کنیم، امیدوار باشیم که تغییری رو بیافرینیم. اگر بخوایم بگیم دولت فلانی برای ما این کارو میکنه، حالا یا دولت اون یکی این کارو میکنه، هرگز هیچ کس به فکر حقوق شهروندی ما نبوده و نیست و فقط باید خودمون فکر خودمون باشیم. سپاسگزارم خانم دریا صفایی گرامی. خواهش میکنم. خوشحالم که در برنامه‌تون بودم. سپاسی دوباره از شما. و سپاس از احمد عزیز که علی‌رغم سرماخوردگی شدید با من و شما عزیزان بینندگان تفسیر خبر بود، احمد رفعت گرام. با سپاس و آرزوی تندرستی هر چی زودتر.